بانک جهانی با اعطای یک وام 90 میلیون دلاری به ایران برای کمک به مبارزه با کرونا موافقت کرد. این کمک فقط به تهیه دارو و تجهیزات پزشکی لازم تعلق می‌گیرد و تحت نظارت سازمان بهداشت جهانی مصرف خواهد شد. توضیحات بیشتر در گزارش سارا دماوندان. دو سال از شیوع کووید 19 میگذره، ویروسی که تا به امروز هزاران انسان رو به کام مرگ کشونده و لطمات جبران ناپذیری رو به جامعه جهانی وارد کرده. کشورهای بسیاری به دلیل درگیری و مبارزه با این بیماری توان اقتصادی خود را از دست دادند و دست به دامان بانک جهانی شدند. راهکار بانک جهانی اختصاص 93 میلیارد دلار به فقیرترین کشورها بود که ایران نیز در این لیست قرار می گرفت. 21 دسامبر سال گذشته بود که بانک جهانی تصمیم گرفت وامی به ارزش 90 میلیون دلار برای مبارزه با همه‌گیری کرونا به ایران اختصاص بده و اعلام کرد که این مبلغ فقط برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی ضروری و برای نجات جانهای بیشتر مورد استفاده قرار می گیره. سخنگوی بانک جهانی در این خصوص گفت که این بودجه به ایران تعلق نخواهد گرفت و تمام منابع مالی وام و همچنین تهیه و پرداخت توسط سازمان جهانی بهداشت مدیریت میشه. آنگونه که سخنگوی بانک جهانی گفته، توزیع و نصب تجهیزات در مراکز بهداشتی مورد تایید بانک جهانی انجام میشه و منوط به نظارت و راستی آزمایی مستقل خواهد بود. بانک جهانی در ماه می گذشته نیز اعطای 50 میلیون دلار به ایران را از کانال پروژه واکنش اضطراری کووید 19 تایید کرده بود. به گفته سخنگوی این پروژه، این کمک به دلیل پاندمی به صورت استثنایی انجام شد. آنگونه که آمار وزارت بهداشت ایران در طی 24 ساعت گذشته اعلام کرده، 1178 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 245 نفر از آنها بستری شدند و در همین مدت زمان 20 تن نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته وزارت بهداشت، از شیوع بیماری کووید 19 تا به امروز مجموع جان باختگان این بیماری به 131821 نفر رسیده، رقمی که بسیاری آن را نادرست دانسته و آمار جان باختگان را بیش از این می‌دانند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، آلمان.